و کریم زیانی بازیکن مطرح تیم الجیش توپ رو میفرسته، یک کورنر خطرناک. شاید هم اعتبار نام پدر باعث شده که رزوان لوچسکیو مدارج توقی رو خیلی زود طی بکنه. یه فرصت هست، جواد کاظمیان خودش حرکت میکنه، خطایی هم در کار نیست، خود کاظمیان میفرسته توپ رو به روی دروازه، این فرصت و توی دروازه فلاویو لوپز در 24مین دقیقه بازی حساب کار رو برای نماینده شایسته کشورمون 1-0 میکنه. یک بار دیگه ببینیم، به خوبی توپ رو با ایرا انجام بده، ماهر یوسف به سمت دروازه یا پرشمار هستن، میزنه ضربه رو از بین پاهای ثابتی و گل تساوی در 35مین دقیقه مسابقه به دست میاد. در حالی که پرتعداد بودن روی ضد حمله، به این ترتیب حساب کار 1-1 مساوی شد. قاسم دهنوی از سمت راست حرکت، فرصت هست برای جواد کاظمیان، خودش این بار تنهاست، پاس رو به بیرونش، این ضربه و عکس العمل خوبه احمد. این دفعه دیگه آدیانو خیلی بد خودش رو زد زمین، همچنان فرصت هست، باید یه مقدار مراقب باشن. یه موقعیت مهدی ثابتی هم رو توپ اثر گذاشت، کریم زیانی کورنر رو میزنه به روی دروازه، این ضربه سر و عکس العمل ثابتی. دهنوی و خطایی در کار نیست، داور ادامه بازی داده، فرصت هست روی ضد حمله، ببینیم آیا ممکن این لحظات پایانی. یه فرصت میچیاد تیر دروازه، یه بار دیگه ثابتی. فلاویو خودش حرکت میکنه، خود فلاویو پاس رو بغل عالی، یه موقعیت به ترکتور سازی و توی دروازه سید مهدی سید صالحی و خوشحالی مخصوص خودش. این شوت از راه دور ثابتی در دوزه. الجیشیا سه بار تراکتور سازان، دو بار در آفساید گرفتار شدند. ارسال به روی دروازه، حالا تصمیم به گرفتن پنالتی دارن، این کار رو هم میکنن، پنالتی رو میگیرن از نیشیمورا. بله، حالا صحنه که ببینیم، تمرکز میکنه برای زدن ضربه، حالا دورخیز میزنه ضربه رو، جهتش رو تشخیص داد یه لحظه، آخرین لحظه توپ نرسید. ثابتی خوب رفت سمت توپ، حرکت از آدریانو زنده گل دوم الجیش از روی نقطه پنالتی، یه موقعیت هست تک به تک با ثابتی، آفرین به مهدی ثابتی. الجزیره گل مساوی رو زده، حساب کار 1-1 مساوی بین الشباب و الجزیره داره دنبال میشه، یه فرصت برای کریمیان. همچنان بازیکنان حریف صاحب توپ هستن، این بار دیگه آفسایدی در کار نیست، مصعب حسن در محوطه جریمه هست، کاملا مراقبشن. این پاس رو به بیرون خوب، یه فرصت و توی دروازه واگنر ریبیرو. بچه اگه فشار بیارن این دروازه حتی برای بار سوم باز شدنی هست. یه موقعیت، این ضربه و عکس‌العمل احمد سفیان. ضربه کورنر رو جاناتان میزنه روی تیر، یه فرصت، به نظر میسه توپ از خط گذشته باشه. بله، حساب کار 3-3 مساوی. بازی پرفت و خیزی که این بار فعلا گل آخر رو و حرف آخر رو تراکتور سازی زده. یک بار دیگه ببینیم، این ضربه سر کاملا توپ از خط گذشته بود،